ریچارد دنزنگر، رئیس اداره سازمان بین المللی برای مهاجرت یا IOM در افغانستان میگوید که در ماه جنوری امسال بیش از 22,000 افغان بدون اسناد مهاجرت در اطراف سرحد تورخم برای گریز از اذیت در پاکستان جمع شده بودند. با باور رئیس این اداره، این رقم بالاتر از دو برابر شماری است که در سال 2014 پاکستان را ترک کرده بودند. این اداره همچنان اضافه کرده است که حدود 1500 تن دیگر در ماه گذشته از پاکستان اخراج شده که دو برابر شمار کسانی را تشکیل می دهد که در ماه دسامبر سال گذشته از این کشور اخراج شده بودند. آقای دزنگر علت اصلی این کار را حمله طالبان بالای یکی از مکاتب شهر پشاور می خواند. با باور او، هر زمانی که در پاکستان یک حادثه دلخراش رخ می دهد، بهای آن را خارجیان مقیم در آن کشور می پردازد. این اظهارات در حال از سوی دفتر این سازمان صورت می گیرد که حکومت پاکستان دیروز از حکومت افغانستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین خواست تا زمینه بازگشت افغانهای مقیم در پاکستان را هرچی زودتر فراهم سازد. We have 1.6 million Afghan refugees. ما 1.6 میلیون پناهجوی افغان در کشور خود داریم. ما یک موافقتنامه سه جانبه را بین حکومت افغانستان و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان امضا کرده بودیم که بر اساس از او پناهجویان افغان باید در ماه دسامبر 2015 به افغانستان بازگردند. ما آرزو داریم تا ببینیم که حکومت افغانستان و اداره UNHCR زمینه بازگشت پناهجویان افغان فراهم بسازد. خانم اصلا بیان داشت که نگرانی عمیق حکومت پاکستان بخصوص از پناهجویان بدون اسناد می باشد که بنابر وضعیت غیر قانونیشان ممکن به آسانی توسط دهشت افغانان جذب شوند. بر علاوه 1.6 میلیون پناهجو، تخمیناً عین شمار غیر ثبت شده در پاکستان زندگی می کنند. اگر اونا به حیث پناهجو ثبت و راجستر نشن، به این معنی است که اونها در پاکستان افراد غیر قانونی هستند و چون آنها در یک حالت غیر دلخواه زندگی میکنند، دهشت افغانان میخواهند تا از این وضعیت اونها بهره‌مند شوند، زیرا این پناهجویا به پلیس رفتن نمیتونند و شکایت کردن نمیتونند. بنابراین ما باید در زمینه اقدام کنیم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت نشانه های وجود دارد که از محلات بودوباش پناهجویان غیر قانونی افغان به حیث مخفیگاه های دهشت افغانان استفاده صورت میگیرد و این مسئله را با مقامات افغان نیز شریک ساختند. نشانه های وجود دارد که هر جایی که اونا بودوباش دارند از اون محلات به حیث مخفیگاه های دهشت افغانان استفاده صورت میگیره و باید در این رابطه عمل کنیم. ما این موضوع را با حکومت افغانستان شریک ساختیم و فکر نمی کنم که این مسئله کدام اختلاف نظر به وجود بیاره. بر اساس ارقام ارائه شده توسط کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، پاکستان هنوز هم میزبان 1.5 میلیون پناهجوی ثبت شده افغان می باشد. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین از سال 2002 میلادی بدین سو زمینه بازگشت 3.8 میلیون پناهجوی افغان را از پاکستان فراهم ساخته است. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.